در مؤسسه تحصیلات عمومی غیر دولتی گلچین معرفت شهر خوجند بخشته به 30 سالگی استقلال دولتی و روز جوانان چهارمینی باشکوه ایدانه تحت عنوان 30 سال همسال استقلال باشکوه شهامت خاصه تعجیل گردید. چهارمینی را سرور مؤسسه مطلوب معین و حسن افتتاح نموده، از جمله ذکر داشت که استقلالیت مقدسترین و عزیزترین نعمت، رمزی سعادت و اصالت ملت، شرف و ناموس وطنداری و نشانه پایداری و بقای دولت میباشد. ثمره نیک استقلال است که امروز تاجیکستان در دنیا چون دولتی صلح‌خواه و صلح‌پرور شناخته شده است. جوانان باشند قوه پیشبرنده، سازنده و فعال جامعه محسوب می‌یابند. سپس برنامه فرهنگی بدهی تئاتری کننده شده تحت عنوان تاریخ گواه است با کمپوزیسی بدهی سرودی وطن بخشته به استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، دستاوردهای زمان استقلال، رقص و سرودها و صحنه‌های جالب دقت در موضوع وطن و وطنداری، مکتب و جوانان با مهارت خاصه پیشکشی همگان کرده شد. مادر جان! چی؟ مادر جان! چی شد؟ مادر جان! آدمانی بیگانه! لطو کم کنم برادرم را مجبورم بردن! خدایا! چی بدبختی و بدبینی نسبت بندگان مؤمن و مسلمان آفریدی؟ این دهشت بود که در یگان دور و زمان، یگان خلق و ملت، یگان مذهب ندیده و نشونیده بود. در قصر ارباب اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در آن یکی از فرزندان فرزانه ملت، مردی قوی اراده و راستکار امام علی رحمان به سر حاکمیت آمد و از منبری بلند به خلق زحمتکش وعده داد که من به تاجیکستان صلح می‌آورم. همچنین در زیر پرتاب افشانی پرچم جمهوری تاجیکستان سوگند یادکنی جوانان شنیده شد. باید قید نمود که در چهارمینی مذکور معاون رئیس حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان اسرار لطیف‌زاده، رئیس حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت سوخ ظفر اسماعیل‌زاده و رئیس حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر خوجند نعیم ملک اسلامی و دیگران اشتراک نموده و چهارمینی فیض و فتوح تازه بخشیدند. اشتراک صنعتکار ممتاز طالب اسماعیلوف چهارمینی را رنگین و جذاب نمود. در آخر تحت سرودی جوانی خط کنندگان از جانب مؤسسه تعلیمی گلچین معرفت مخصوص زیابایف با تحفه های خاطروی قدردانی کرده شدند. جایز به ذکر است که چهارمینی فرهنگی که ترنمگر صلح و دوستی، افتخار ملی و وطنداری است، بسا خوش و خاطرمان گذشت.